حمایت‌های جهانی از مقاومت و انقلاب مردم ایران. کارن جان پیر، سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید: ما همیشه به نقض حقوق بشر اعتراض می‌کنیم. این چیزی است که رئیس جمهور با رهبرانی که با آنها ملاقات می‌کند، با متحدان و شرکای ما و با سران کشورها در مورد آن گفتگو می‌کند. شنیدن آن قطعاً بسیار ناراحت کننده است. فولکر تورک، رئیس حقوق بشر سازمان ملل: ایران در سال جاری به طور وحشتناکی تعداد بالایی را اعدام کرده است که به طور متوسط به بیش از 10 نفر در هفته افزایش یافته است. حداقل 209 نفر از اول ژانویه در این کشور اعدام شدند که عمدتاً به خاطر جرایم مرتبط با مواد مخدر بودند. اما بیانیه سازمان ملل گفته است که تعداد واقعی احتمالاً بسیار بیشتر است. به طور متوسط امسال تاکنون هر هفته بیش از 10 نفر در ایران اعدام شدند و این کشور را به یکی از بالاترین مجریان اعدام در جهان تبدیل می کند. با این سرعت ایران به طرز نگران کننده ای در مسیر سال گذشته قرار دارد که طبق گزارش ها حدود 580 نفر اعدام شدند. راوینا شمداسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل: ما بسیار نگران هستیم. منظورم این است که آنچه امسال شاهدان هستیم، چیزی که ما نگران هستیم این است که اگر این روند ادامه پیدا کند، یکی از بالاترین نرخ‌های اجرای مجازات اعدام در ایران از سال 2015 خواهد بود. در سال 2015 972 مورد اعدام که ثبت شد وجود داشته است. حقوق بشر سازمان ملل: به طور میانگین هر هفته بیش از 10 نفر در ایران به مرگ محکوم و اعدام می‌شوند. این آمار این کشور را به یکی از بالاترین مجریان احکام اعدام در جهان تبدیل می‌کند. مایکل پیج، معاون مدیر دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در دیدبان حقوق بشر: ایران در هفته گذشته درگیر اعدام‌ها بوده است و اخیراً یوسف مهرداد و سید صدرالله فاضلی زارع را به اتهام توهین به پیامبر به دار آویختند. این اعدام‌ها یک تشدید شکاور حتی برای دولتی که به آزادی بیان احترام نمی‌گذارد می‌باشد.